یک قطره از مایع آ را روی ظرف مسطح B می‌ریزیم. اگر نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آ و B بیشتر از همچسبی مولکول‌های آ باشد، پس مایع آ بچه دگر آ و B بیشتره، پس آ و B باید با هم بچسبن، پس ظرف، پس مایع آ ظرف B رو باید تر کنه، به صورت لایه نازکی در ظرف B پخش می‌شن چون دگرش بیشتره. گزینه 4. خب اینجا رو توجه کنید. شبیه سوال کتاب درسی میگه در شکل روبرو قطره‌های روغن با دمای متفاوت از دهانه دو قطره چکان یکسان خارج می‌شن. دمای روغن و نیروی همچسبی مولکول‌های روغن در شکل یک رو با شکل دو به ترتیب از راست به چپ مقایسه کنید. یعنی سمت راستی دمای روغنه، سمت این راسته، سمت چپیه نیروی همچسبیه. خب حالا برید اینجا ببینید، هیچ فرقی نمی کنن، فقط تعداد قطره‌ها و ابعاد قطره‌هاشون. قطره‌های یک ریزتر از دوه، پس معلومه، اینجوری می نویسم، قطره‌های یک ریزتره، پس نتیجه می گیریم که کشش سطحیه یا همون همچسبیه یک کمتر از کشش سطحی دوه. چرا میگم کشش سطحی؟ هر چقدر کشش سطحی کمتر باشه راحتتر مولکول خورد میشه، میشه دوتا. پس الان یکی که خورد شده حتما کششش کمتر بوده. وقتی کشش سطحی یک کمتر بوده به عبارتی میشه گفت که دمای یک بیشتر از دمای دو بوده، حتما داغتر بوده که دماش که کشش سطحیش کمتر شده. کشش سطحی نوعی همچسبیه، اول دما رو پرسیده، یک دماش بیشتره، همچسبیش کمتره، بیشتر کمتر. گزینه دو. خب سال 24 میگه در شکل‌های روبرو لوله‌های موین مختلفی در ظرف حاوی جیوه و آب وجود دارد، کدام گزینه در رابطه با شکل‌ها درست است؟ بچه‌ها یه چیزی رو ایراد نگیرید از شکل‌ها، اینکه آب آقا باید لبه‌های داخل مایش این شکلی باشه، یعنی خود لبه‌ها به سمت بالا بیاد و جیوه باید برآمده باشه، این قبول، اینو بی‌خیال شید بقیه‌اشو ببینید. آیا لوله باریک‌تر در آب مایع نباید بره بالاتر؟ درسته دیگه، بالا رفته تو گودم است و جیوه پایین اومده، جیوه آیا ارتفاع داخل دو تا لوله یکسان نیست؟ نباید اون که باریک تر بوده بیشتر میومده پایین تر، پس شکل جیوه غلطه. من شماره میذارم، اینو میذارم یک، اینو میگم دو، غالبا یک درسته، دو غلطه، پس گزینه سه درسته، فقط شکل یک درست میشه، چون ما توقع داریم در جیوه هر چقدر لوله باریک تر میشه سطح جیوه داخل لوله باریک تر پایین تر بره. یک لوله موین را داخل ظرف محتوی آب می‌کنیم و سطح آب داخل لوله مطابق شکل می‌شود، کدام درسته؟ بچه‌ها همه‌شون دارن هاشپیریم رو تغییر میدن. هاشپیریم کجاست تو شکل؟ هاشپیریم مقدار فرو رفتن لوله در مایع است. آیا تأثیری تو خاصیت موینگی داره؟ اینکه من لوله رو یه ذره در مایع فرو ببرم یا بیشتر اصلاً مهم نیست. پس با تغییر هاشپیریم اصلاً هاش تغییر نمی‌کنه. گزینه 3 درسته. نباید توقع داشته باشید تغییر بکنه. خب فشار، فشار نسبت نیروی عمودی وارد بر سطح به مساحت سطح تماسه. فشار کمیتی ذره‌ای نه، برو این بر. فشار کمیتی نرده‌ایه، فشار کمیتی نرده‌ای. نرده‌ای یعنی چی؟ یعنی اسکالر، جهت نداره. واحدش نیوتن بر متر مربعی که بهش پاسکال هم میگیم. فرمول اصلیش هستش پی مساوی اف عمود به روی آ، نیروی عمود وارد بر سطح. فشار در جامعه‌ها با فرمول اصلی محاسبه میشه. رابطه مقایسهش، فشار با نیرو رابطه مستقیم و با مساحت رابطه عکس داره، میشه پی دو به پی یک. من اینو یه بار دیگه اینجا مینویسم، پی دو به پی یک.
F2 به F1 ضرب در A1 به A2. هر چقدر مساحتش بیشتر باشه غالباً فشارش کمتر میشه. این چند تا سوال به عنوان تمرینی که فشارش رو حساب میکنید. خب قبل از اینکه نکته دو رو توضیح بدم میخوام برم سراغ مثال 28. این مثال تو کنکور سراسری چندین نوبت مطرح شده. یه بار میخوام تشریح حلش کنم، یه بار با نکته تستی. مکعب مستطیلی به ابعاد 4 5 8 سانتی متر با چگالی 2 گرم بر سانتی متر مکعب در اختیار داریم. بیشترین فشار یعنی پی ماکسیمم، بیشترین